سلام همراهان عزیزم، امروز با آموزش ترشی چغال بادام در خدمتتون هستم که یه ترشی بی‌نظیره. بریم برای آموزش. برای درست کردن ترشی چغال بادام به چیزی که نیاز داریم، خب در وهله اول یک ظرف هست که ترجیحاً از شیشه استفاده بشه خیلی بهتره، از ظروف پلاستیکی هرچی که استفاده نکنیم بهتر هست. شیشه هم که استفاده میکنیم تمیز باشه، عاری از هر نوع آلودگی و چربی و اینجور چیزا باشه. از سبزی معطری که استفاده کردم ترخون و نعنا هست که اینا رو شستم و گذاشتم خوب خوش شده. چند حبه سیر، فلفل سبز اگر دوست داشتین، اینا همه شسته شده و خشک شده هست. سرکه به مقدار لازم، چغال بادام که اگر کوچیک باشه خیلی بهتره، اگر چغال بادام بزرگ داشتین میتونین که اونو بجوشینین یه 10 دقیقه، بعد توی آبکش بریزین و بعد بذارین خوب خشک بشه و استفاده کنین. فلفل سیاه، نمک و تخم گشنیز. اول کاری که میکنیم میام یه مقدار از این سبزای معطر رو توی شیشه میریزم. و بعد چغاله ها رو قرار میدم. چغاله ها اگر مثل این یه قسمت چوبی داشتن، اینو یه برش نازک با چاقو ما میزنیم و بعد چغاله ها رو توی ظرف قرار میدیم. یه ردیف که چغاله قرار دادیم، یکم ظرف رو تکون میدیم، یه مقدار تخم گشنیز، یه مقدار نمک، یه مقدارم فلفل سیاه و این عمل رو تا آخر تکرار میکنیم. خب تا این مقدار من چغاله ها رو ریختم و لایه لایه هم که میریختم نمک و فلفل و تخم گشنیز هم اضافه میکردم. حالا این حبه های سیر رو هم قرار میدم. فلفلمون و باز یه مقدار از این سبزی ها. خب الان دیگه سرکه رو میریزم تا شیشه پر بشه. یه کیسه فریزر رو روش قرار میدم. در شیشه رو می‌بندم و به مدت 2 هفته توی جای تاریک و خنک نگه می‌دارم. بعد از 2 هفته ترشی ما آماده است. بعد از 2 هفته ترشی چغال بادام ما آماده شده با یه طعم بسیار دلچسب و لذیذ. پیشنهاد میکنم تا فصل چغال بادام تموم نشده حتما این ترشی خوشمزه رو درست کنید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.